آیدین سلام بر خودت و بر همه بیننده های آریانا نیوز. کمتر از یک ساعت پیش مدرسه باقرالعلوم که یکی از مساجد شیعیان در غرب کابل است مورد حمله انتحاری در ساحه حوضه ششم امنیتی قرار میگیره. فرد انتحار کننده داخل مسجد میشه و در اینجا مراسم عزاداری اربعین حسینی بوده و اینجا عزاداران برنامه‌ای که داشتن در اینجا داخل از اینجا میباشن و عزاداری میکنن که در این موقع انتحاری داخل مسجد میشه و خودش انفجار میکنه. اما قسمی که شما در تصویرم میبینین ساحات برخی از ارسی های مسجد دیده میشه، کلکیناش که شیشه هاش شکسته و همه قسم خانه های اطراف شام یک کم آسیب دیده و شاهدان عینی بر ما میگن که این انتحاری تلفات سنگین بر غیر نظامیان وارد کرده. ولی که تاکنون نیروهای امنیتی و مسئولان امنیتی آنان که بر رسانه ها پاسخگو هستند در این مورد تابال چیز نگفتن که شمار تلفات چقدر است، مجروحان چقدر است. ولی که حدودا نیم ساعت یا بیشتر از آن امبولانس های شفاخانه های خصوصی و دولتی مجروحین و کشته شده های رویداد که هنوز هم معلوم نیست رقمش چقدر است به شفاخانه ها انتقال دادن. از غری تا هنوز معلوم شده که چگونه این انتحاری در داخل مسجد شده؟ از کدام راه و از کجا آمده؟ تا اکنون مقامات امنیتی که در آنجا حضور دارن یا از حداقل همون نیروهای امنیتی افغان که حضور پیدا کردن در ساحه چیز در این مورد گفتن؟ نیروهای امنیتی که در ساحه آمدن تاکنون با رسانه ها گفتگوی نداشتن. تنها کاری که کردن راه های منتهی به دروازه ورودی مسجد، اما قسمی که شما در تصویر اگر ببینین این راه مسدود شده از سوی نیروهای امنیتی و در ضمنش فرد انتحار کننده ادمی در روبرو که شما میبینین فعلا یکی از موترهای نیروهای امنیتی در ورودی از این مسجد است. ادمی دروازه خودش به گفته شاهدان عینی داخل میکنه و بعد از اینکه داخل میشه اونجا خودش انفجار میکنه. ولی که تاکنون مشخص نبوده که این فرد از کدام گروه بوده و تاکنون هم مسئولیتش کس به عهده نگرفتن. نیروهای امنیتی هم در این مورد تابال سخن نکردن. افرادی که بیرون از مسجد بودن گفته میشه که به اونها آسیب نرسیده و یا اینکه کشته و زخمی نداشته. همه تلفات در داخل خود همین مدرسه بوده و جاده هایی که منتهی به اینجا است همش مسدود است. با وجود هم غیر نظامیان بسیاری جا حضور دارن و مردم ملکی به خاطر دیدن از اینجا که این خودش هم در بغنه به آن چی که نیروهای امنیتی مسئولان امنیتی که در ساحه هستن میگن که در پسانتر خطرناک خواهد واقع شد و کوشش از این را میکنن که غیر نظامی ها را پراگنده بسازن. بحث برانگیزی است که مدارس علمی و ساحات عزاداری در اواخر بیشتر در کابل هدف قرار گرفته که قبل از این هم شاهد بودیم در کارته سخی که مثلا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. ولی که تاکنون مشخص نیست که این کدام گروه یا فرد حمله را انجام داده و در پسان روشن خواهد شد که مسئولیت از این به عهده خواهد گرفت. از غری تا هنوز معلوم شده که پیش از اینکه انفجار به وقوع پیونده نیروهای امنیتی در ساحه وجود داشته برای تامین امنیت این منطقه یا اصلا کس نبوده؟ اینجا ساحات و همچنین مدارس غرب کابل در گذشته ها یکی از نقاط امن در پایتخت گفته می شد، به خصوصی جاده ساحه حوضه ششم امنیتی که از ساحه کوته سنگی به طرف قصر دارالامان میره. این یکی از جمله ساحات امن کابل بود. ولی که اینجا مراسم عزاداری همواره بوده، برنامه های هفتوار داشتن این مدارس به خاطر تامین امنیتش. بجز از اونمو هیئتی که در اینجا کار میکنن به خاطر یک تلاشی معمولی کدام نیروی امنیتی در اینجا مستقر ندارن تا اینکه بتونن امنیت کلی تامین شوه و این خیلی راحت تر میتونه که حراس افغان خودش به همچنین ساحاتی که اگر هدف قرار بدن برسانن. کابل همواره شاهد همچنین موارد بوده. مراسم عزاداری در اواخر به خصوص در یک سال اخیر بیشتر شاهد از این بوده که حراس افغانان در اونجا آمدن و به یک نحو هدف قرار دادن. تیم بازرسی را میبینین شما که به ساحه آمدن و به خاطر از این که نوعیت رویداد و چگونگی رویداد و این که چقدر تلفات وارد شده بر غیر نظامیان و این که چگونه خودش فرد انتحار کننده به داخل یک مدرسه میرسانه بررسی شوه و روشن شوه که وضعیت و قضیه از چی قرار بوده است. از غری خودت گفته که شاهدان عینی گفتن که این رویداد تلفات را نیز در پی داشت. تا هنوز معلوم شد که کودکان زنان هم شامل تلفات اند یا خیر؟
آنچه که ما از شاهدان عینی و از مردمی که مثلا لحظات قبلتر از این مراسم بیرون شده بودن پرسان کردم این است که در این مراسم عزاداری زنان، مردان و کودکان اشتراک کرده بودند. چرا؟ ولیکن رقم تلفات مشخص نیست که بیشتر کیا را قربانی گرفته و در کدام ساحه آیا مشخص هم تا هنوز بر رسانه ها نشده که فرد در داخل خود ساحه عزاداری که منظور عمو پنجرهای پایانی که معلوم میشه ساحه عزاداری داخل مسجد بوده آیا خودش به اونجا رسانده و یا اینکه در در ورودی خودش انفجار کرده که عمی است که مشخص نمیتونه بسازه که تلفات چقدر بوده و زخمیان و کشته ها تا چه حد بوده است. بسیار تشکر آقای علی اصغری، سپاسگزارم. خبرها در آرینا به پایان میرسد، اما از آرینا نیوز ادامه دهیم.